چجوری میتونیم ولتاژ دیود زینر رو به دست بیاریم؟ سلام. گاهی اوقات پیش میاد که ما نمیتونیم عدد موجود روی دیود زینر رو بخونیم و یا به هر دلیلی اطلاعات موجود روی دیود زینر وجود نداره. یک روش ساده برای پیدا کردن ولتاژ دیود زینر وجود داره. اگر تستر بکلایت دارید و این تستر شما دارای نمایشگر ولتاژ هست، با اتصال به دیود زینر ولتاژ دیود زینر نشون داده میشه. راه دیگه استفاده از منبع تغذیه و مولتی متر است. بیایید این کار رو با هم انجام بدیم. ما به یک مقاومت بین 2 تا 10 کیلو نیاز داریم. بس در اینجا یک مقاومت هست بین 2 تا 10 کیلو. این مقاومت رو به دیود زینر متصل میکنیم. بس دیود در این حالت هست. سر خطدار در این سمت است. حالا باید ولتاژ منبع تغذیه رو منفی رو به اینجا بدیم، مثبت رو به اینجا و آرام آرام ولتاژ رو بالا ببریم. حالا باید پراب های مولتی متر رو به دو طرف زینر متصل کنیم و ولتاژ منبع تغذیه رو به آرامی بالا ببریم تا جایی که ولتاژ ثابت بشه. حالا میخوایم عملا این کار رو انجام بدیم. خب همونطور که میبینید دیود زینر رو به یک مقاومت متصل کردم. پراب های مولتی متر به دو طرف زینر متصله. پراب قرمز به سر خطدار متصل است. حالا منبع تغذیه روشن میکنم. ولتاژ منفی رو به مقاومت میزنم. ولتاژ مثبت رو به دیود زینر. دقت کنید که مولتی متر در حالت DC هست. حالا آرام آرام ولتاژ منبع تغذیه رو بالا میبرم. 5 ولت، 6، 7، 8، 9 ولت، 10، 11 ولت، 12 ولت. همونطور که میبینید ولتاژ دیگه در اینجا بالاتر نمیره. یعنی این دیود زینر چیزی در حدود 11.5 ولت است. الان ولتاژ منبع تغذیه رو 14 است. دوباره کاهش میدم. دوباره رسیدیم به 9 ولت. دوباره بالا میبرم. 10 ولت، 11 ولت، 12 ولت، دوباره روی 11.55 متوقف شد. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.